مجموعه از حمایت های بین المللی، 23 نفر از نمایندگان پارلمان عراق، از فراکسیون های کردی و دیگر احزاب عراقی، احزاب مختلف سیاسی و مذهبی در خاورمیانه، من جمله از اساتید و افراد شناخته شده مذهبی در لبنان، مصر، فلسطین و حتی در نوار غزه حمایت خودشون از اشرف اعلام کردن. در اروپا دیروز مسئول زنان پارلمان اروپا حمایت خودش از اشرف اعلام کرد، از هزار زن اشرفی اعلام کرده. من جمله در امریکا تعدادی از سناتورها و نمایندگان کنگره امریکا از این پروسه حمایت کردن، من جمله از هموطنانمون در داخل از ایران به صورت گسترده. و در هفته گذشته ما هفته یه همبستگی با هزار زن مستقدر اشرف داشتیم که مجموعاً این برنامه در 100 شهر مختلف جهان به پیش رفته و امروز به لحاظ حقوقی و سیاسی بچه های اشرف دست بالا رو دارن. این قضیه همونجوری که در شرایط و حمله های گذشته رژیم به مقاومت ایران باعث رو اومدن و قد کشیدن و مطرح شدن مسئله اشرف و مقاومت ایران شده، این بار هم من فکر می‌کنم که جایی نیست که حرف از اشرف نباشه در ملاهای ایرانی، خارجی، بین‌المللی، مطبوعات، همونجوری که می‌دونید از نیویورک تایمز، لس آنجلس تایمز، دیروز حتی واشنگتن پست هم مقاله‌ای در جنایت مزدوران عراقی رژیم آخوندی در عراق مطرح کرده. ما تا پایان و تا پایان ایستاده ایم برای رسیدن به حق و حقوق بچه های اشرف که در راستای، من فکر میکنم این حمله در راستای سرکوب قیام مردم ایران و همونجوری که رژیم آخوندی خوب میفهمه که برای سرکوب قیام مردم ایران باید سر به اشرف بزنه و از اشرف عبور کنه، این فکر میکنم قوی ترین پیام برای پیمند قیام داخل و اشرف. خب آقای پرامه یه سوال دارم، پس بنابراین الان خواسته شما یه تحمید بین‌المللی برای به اصطلاح اعضا یا چی میگن که ساکنان اشرف نیست که برن یه کشور دیگه زندگی کنن، شما خواستتون اینه که میخواید که در واقع این 3000 خورده اعضای سازمان مجاهدین خلق اونجا بمونن، نه؟ درست میگم؟ درست متوجهم؟ ببینید در وهله اول فکر میکنم همونطوری که رهبر مقاومت ایران آقای مسعود رجوی بارها تاکید کردن، به اشرف نرفته بودن مجاهدین برای حفظ جانشون، به عراق نرفته بودن بلکه رفته بودن پرچم قیام و سرنگونی رژیم و هرچی شعله برتر و هرچی برافراشته تر نگه دارن. طبیعتاً همین راستا هم همونجوری که اطلاع دارید بعد از سرنگونی حاکمیت سابق عراق اولین خواسته شورای حکومتی خروج مجاهدین از عراق و در پروسه‌های مختلف مهلت‌های 6 ماه و 1 ماه و چند ماهی که بیشتر برای یک دلخوش کردن خامنه‌ای و در دستش بود مطرح شد که خوشبختانه با حمایت بین‌المللی هموطنان ما و پروسه‌های قانونی که در سطح بین‌المللی مطرح شد و خصوصا مقاومت خود ساکنین شهر اشرف در توافقی با ارتش آمریکا و نیروهای متفقینی که حمله کردن یا متحدینی که حمله کردن به خاک عراق امضا شد. به طور مشخص در این قرارداد که به امضای تک تک اعضا و ساکنین اشرف رسیده، الزام دولت امریکا رو برای حفاظت جانی و رعایت موازین حقوق بشر در رابطه با این افراد روش تاکید شده.
همچنین بحثی که بعد از سال 2 ژانویه 2009 که حاکمیت عراق به دست دولت عراق منتقل شد بر اساس ماده 45 کنوانسیون 4 ژنو که تاکید میکنه اگر بر اساس تغییر و انتقال حاکمیت یک کشور به یک دولت دیگه یا تغییر دولت اگر موازین و الزامات حقوقی حقوق بشرانه بر این افراد تأمین نشه و حتی به مدت 1 سال این دولت یعنی دولت امریکا به طور مشخص مسئولیت مانیتور کردن و بعد از اون اگر بر اساس همچون گفتم ماده 45 این قوانین مراعات نشه پس گرفتن این حاکمیت یا پس گرفتن این کنترل از اون اعضا و پناهندگانی که بر اساس کنوانسیون چارمیزنه حقوقشون شناخته شده بر اساس همین مواد قانونی امروز دولت امریکا مسئول تأمین اشرف هست به طور موقت تا بعد از مذاکرات آتی بتونن نیروهای سازمان ملل پرچم خودشون رو بر اشرف برافراشته بکنن و تأمین امنیت ساکنین اشرف کنن. خب اساسی تو من هست یه چند تا از خانمهایی که این بالا هستن بپرسن. سلام هستی خانم، حالا تو خوبه؟ شما که بچید اسمی من نزدیکتر شما بشم. شما اتصال به شما مناسبت کردید؟ اما در این جمع همه شکر کردم. همه شکر برای اینکه من از سال 56 تا بهار همراه این سازمان و این مجاهدین بودم و خیلی پرداختم. دو تا بچه هم اعدام کردم، زندانی بودم، بچه های دیگه همه زندانی بودم. دو تا بچه تو ایران اعدام کردم، بعدم که الانم تو اشرف ستاره دارم برای خواهرم نوه ها. الان خبری دارید ازشون؟ نه هیچ خبری ندارم. واقعا ما اینجا سازمان با جان مال خون و تمام هستیش تا به حال واسده و مظلومیتش به دنیا ثابته، فقط به خاطر مردم ایران هر چی کردیم برای مردم کردیم، هیچ حق و حقوقی هم از این مردم نمیخواد. خب حالا که شما میفهمید که دو تا بچه هاتون رو دست دادید، سه تاشون هم در اونجا هستن، صادقانه بفهمید که واقعا از این اتفاقا این همه ستمی که به شما وارد شده تو این زندگی به هر حال به نظر میرسه تو 20 سال گذشته راضی هستی؟ برای اینکه به رهبریت به اون معلم واقعی اعتقاد دارم، خیلی تجربه کردم، علکی نیومدم تا اینجا، یعنی هر روز یه تجربه نو، یه فکر. حتی با اینکه دو بچه تون از دستیم، حتی برای من یه دونم پسر بیشتر نداشتم و واقعا عزیزترین بوده، اما اون انتخاب کرد به خاطر مردمش و منم انتخاب میکنم و روزی که مردم ما آزاد بشن و واقعا به خوشبختی برسم ما روز شادی و خوشحالی کنم. تا اون وقتم هیچی نمیخوام جز پا به پای این بچه ها اومده و اگه ساله ها هم باشن درود به دیرتشون. مرسی خانم. بسید ساله از یک خانم که از نسل جوان هستن، نسل بعدی شما هستن، بپرسیم که ایشون اینجا کار میکنه. سلام علیکم خانم. سلام علیکم. حالتون خوبه؟ میفرمایید چی برای چی اومدید؟ شما رابطتون چیه با این اعتصاب؟ بله، من یکی از هواداران بچه ها هستم. کسی اشرف ندارم متاسفانه، ولی هر کسی که اونجا هست خواهر و برادر من هستن. اونجا هستم تا زمانی که حقانیت اینا حق اینا گرفته بشه و همچنین آزاد بشن و همچنین مردم ایران رو شما چی خانم؟ از سوئد اومدید؟ برای این اعتصاب اومدید یه چیز زندگی میکنید؟ باری کلم شما؟ شما خانم؟
که ایشون پسرم هستن که باشون ماشاءالله شما چرا جوونی؟ نه این ظاهر کاری پسرم زیاد پیشه.